اعضایی از هیئت طالبان دو روز می شود که در مسکو با مقام های این کشور دیدار و گفتگو کردند. معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه امروز در نشستی در روسیه حکومت رئیس جمهور غنی را مانع اصلی صلح می داند و می گوید برای دست یافتن به صلح باید حکومت جدید اسلامی شکل گیرد. یگانه علتی یا یگانه بندی که در مقابل صلح هست فعلا اداره اشرف غنی است، اونا نمیخواد. اینا یکی از غیر صداقتمند بودن از اینا است که کی میره که اینا انتخاب کردن بالای امید ما بالای شان زاد بحث صلاحیت مکمل ندادن براش. این عضو رهبری گروه طالبان میگوید که نخست باید روی نوعیت نظام در افغانستان تصمیم گرفته شود و پس از آن روی آتش بس توافق خواهد شد. امروز اگر اشرف غنی از جنگ دست برداره و بگه که ما استعفا میدم و حکومت جدید را به خاطر صلح قربانی بده، ما حاضر هستیم که با حکومت جدید به خاطر مذاکره میگیریم. د ولسمشر دوره اساسی قانون ټاکلی ده. اوسنی ولسمشر به خپل کاری دوره بشپړی او خپل ځای ناستی به هغه څوک کې شي د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې ولس ورته رایه ورکوي. عباس ستانکزی در پاسخ به پرسشی درباره خشونت ها در کابل میگوید که طالبان در ناامنی های کابل دست ندارند. در کابل اداره کابل حاکم است و مسئول امنیت است. امنیت کابل به دست آنهاست. برای عملیات هایی که انجام می شوند به ویژه قتل های هدفمندانه آنان مسئول هستند که چرا این رویدادها رخ می دهند. ما در کابل عملیات نمی کنیم. اما ریاست جمهوری شبکه حقانی را عامل ترورهای هدفمندانه در کابل می‌داند. در همین حال رئیس جمهور غنی شب گذشته با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که در این گفتگو بلینکن بر پشتیبانی دیپلماتیک و نیرومند واشنگتن از روند صلح افغانستان با تمرکز بر کمک به طرف‌های منازعه برای رسیدن به یک توافق سیاسی پایدار و عادلانه و یک آتش‌بس دائمی و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته تاکید ورزیده است. افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو پر دایمي اړیکو مشارکت باندې باسوس همدارنګه د سولې پر پروسه باندې او د سولې د پروسې ورستین انکشافات پر دې باندې باسوس. عباس ستانکزی میگوید که رهایی زندانیان طالبان و بیرون شدن نامهای اعضای این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل مذاکرات صلح را در دوحه شتاب خواهد بخشید.